پانزدهمین کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و ترکمنستان 4 سال بعد از اجلاس 14 به میزبانی وزارت خارجه ترکمنستان. پس از یک وقفه 4 ساله وزیر راه و شهرسازی و رئیس ایرانی کمیسیون در این اجلاس از عزم دو کشور برای توسعه روابط اقتصادی خبر داد. فولاد و مسائل ساختمانی رو که برای پروژه بزرگشون میخوان رو توافق کردیم. حضور شرکت‌های ایرانی در ساخت پروژه‌های زیربنایی رو، رفع موانع ترانزیت رو. وزیر امور خارجه ترکمنستان هم در این کمیسیون مشترک جایگاه ایران را در روابط ترکمنستان ویژه خواند و گفت همکاری در زمینه انرژی، ترانزیت و امور بانکی دو کشور می‌تواند تا چند برابر میزان کنونی توسعه یابد. ایران و ترکمنستان به عنوان دو کشور مهم منطقه زمینه‌های زیادی برای همکاری دارند. ما از هر ابتکاری برای توسعه روابط و بازگشت به دوران طلایی همکاری‌ها استقبال می‌کنیم. دو کشور همچنین در پایان این کمیسیون مشترک یک سند همکاری‌های اقتصادی امضا کردند. توسعه همکاری در زمینه انرژی به ویژه سواپ گاز از جمله بندهای این تفاهم‌نامه است. ما آماده ایم برای سواپ گاز ترکمنستان و این رو من اعلام کردم اونجا. هر موقعی که مقدماتش فراهم باشه، یه شرکتی حاضر باشه این سواپ رو انجام بده، وزارت نفت مشکلی نداره. یک سازی مقررات گمرکی برای افزایش ترانزیت هم از دیگر بندهای این تفاهم نامه بود. مقرر شد به 1000 دستگاه تردد کامیون در روز که چند سال پیش تفاهم کرده بودیم برسیم. البته رسیدن به این نیازمند رفع موانعی بود که خوشبختانه در این جلسه بهش توجه کرد. همکاری بخش خصوصی دو کشور ضامن این همکاری است. از شرکت‌های با تجربه و با سابقه ایرانی هم حضور پیدا کردن و مذاکرات متعددی رو در رابطه با همکاری اقتصادی بین دو کشور دارن پیش میبرن. حجم مبادلات تجاری دو کشور در گذشته تا 4 میلیارد دلار رسیده بود. گرچه امروز این حجم کاهش یافته، اما دو کشور در تلاش برای جبران این افت هستند. در حال حاضر جمهوری اسلامی ایران سومین شریک تجاری ترکمنستان محسوب میشه و از طرف دیگه ترکمنستان دروازه ورود اقتصاد ایران به کشورهای آسیای میانه هست. مهدی صادقی، خبرگزاری صدا و سیما.